سرخط خبرها. هشدار درباره ادامه شیوع ویروس در تهران. ستاد مقابله با کرونا میگوید اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود آمار مبتلایان سر به فلک میکشد. درخواست دموکرات‌ها برای کاهش تحریم‌های ایران به دلیل بحران کرونا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران برای ارسال تجهیزات پزشکی درخواست مجوز نکرده. So I think that Saudi Arabia, Russia, they're negotiating, they're talking. توییت ترامپ درباره توافق بر سر کاهش تولید جهانی قیمت نفت را بالا برد. احتمال برگزاری نشست اوپک و غیر اوپک تا 3 روز دیگر. و برد عدسه و سرفه بیش از آنی است که فکر می کردیم. ماسک بزنیم یا نه؟ سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران باز هم افزایش داشته. سخنگوی وزیر بهداشت ایران از 2715 مورد جدید ابتلا در این کشور خبر داده و گفته 134 نفر هم در شبانه روز گذشته جان باختند. همزمان دانشگاه آزاد از دانشجویانش خواسته از فردا نخستین روز تحصیلی در سال جدید به جای حضور در کلاس‌های درس از طریق اینترنت کلاس‌هایشان را آغاز کنند. قرار است روز یک شنبه دولت ایران درباره امکان ادامه تعطیلی ها در این کشور تصمیم بگیرد. علی همدانی گزارش می‌دهد. رسانه های ایران مملو از ستایش از آنچه جهاد مبارزه با کرونا می‌خوانند. اینجا یک پایگاه مقاومت بسیج مشغول بسته‌بندی بطری‌های الکل ضد عفونی. این مسجد به خیاطخانه تبدیل شده تا نیروهای مقاومت بسیج در آن ماسک بدوزند. و این موتور سوارهای گشت مشغول سمپاشی خیابانها با تصاویر قاسم سلیمانی که به دستگاه‌های سمپاششان چسبانده شده. شبکه‌های اجتماعی اما روایتگری متفاوت. اینجا خیابان شوش تهران 3 صبح با تعطیل شدن مراکز نگهداری و بازپروری معتادان به مواد مخدر، آنها در خیابان‌های شهر رها هستند. مصرف کننده و فروشنده در هم بی فاصله بلا تکلیف. در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران امروز به 53183 نفر رسید، در مجموع 3294 نفر هم جان دادند، آماری که دولت منتشر کرده و بسیاری به آن به دیده تردید می‌نگرند. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران در گفتگو با صدا و سیما گفته شرایط بیماری کووید 19 در تهران هنوز به ثبات نرسیده و نباید فریب کاهش مراجعات به مراکز درمانی را خورد. او از دولت خواسته تا تعطیلی عمومی را تمدید کنند. تخت ویژه و مراقبت های ویژه و ICU ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. در مجموع ما 6800 تخت ICU داریم، 4000 تاش الان مشغول است، بقیه این تخت‌ها در کشور خالی است. در حالی که حسن روحانی اینجا در جلسه هیئت دولت گفته بود کمبودی وجود ندارد، گزارش رسانه‌های ایران امروز از کمبود در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی حکایت دارد. یک عضو کارگروه‌های بیمه و درمان هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کمبود ماسک و دستکش به ویژه در بیمارستان اصلی فیاض بخش خبر داده. او همینطور گفته دست کم 2 نفر از کادر درمانی این بیمارستان در تهران جانشان را از دست دادند. انتقادها از عملکرد حکومت همچنان در صدر خبرهاست، از جمله به وزیر کشور دولت حسن روحانی. بهرام پارسایی نماینده مجلس گفته در پی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد تعویق انتخابات مجلس مطرح شد اما وزارت کشور با آن مخالفت کرد. آقای پارسایی گفته وزیر کشور یک روز پس از برگزاری انتخابات در جلسه‌ای گفته بود که از وزارت کشور خواسته شده بود تا انتخابات را دست کم در قم به تعویق بیندازد که به گفته آقای پارسایی وزیر کشور مقاومت کرد، تمکین نکرد و پیشنهاد رد شد. این نماینده مجلس ایران همینطور از قربانی شدن گسترده کادر درمانی در ایران انتقاد کرده و گفته فقدان تصمیم درست در زمان مناسب باعث شیوع کرونا در ایران شده.
این نماینده در انتقادش از مدیریت بحران کرونا در ایران تنها نیست. مقامات دیگر هم از تعلل و کوتاهی‌ها در گرفتن تصمیمات سرنوشت‌ساز انتقاد کردند. آنها میگویند تبلیغات حکومتی درباره آنچه ضعف مدیریت کرونا در کشورهای غربی از جمله آمریکا می‌خوانند نباید پوشاننده عیوب داخلی‌ها باشد. کرونا، برج بلند پرسش‌ها و میدان آزمایش مدیریت بحران در جمهوری اسلامی. علی همدانی، بی بی سی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران برای ارسال تجهیزات پزشکی درخواستی از آمریکا نکرده. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت اگر ایران چنین درخواستی را مطرح کند، موضوع را به صورت دیگری بررسی خواهد کرد. در همین حال جو بایدن، نامزد اصلی حزب دموکرات آمریکا، دیروز در بیانیه خواستار تخفیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده تا به گفته او کمک‌های انسان دوستانه به این کشور در میانه بحران کرونا ممکن شود. فرشته پزشک، تحلیلگر امور سیاسی آمریکا از واشنگتن با ما هستند. خانم پزشک، چقدر و تا چه حد موضوع تحریم‌های ایران در الان در بحث سیاسی در آمریکا جدی گرفته میشه؟ جدی هست؟ ببینید، فکر می‌کنم اونقدر تاثیر جدی و معناداری داشته باشه، به دلیل اینکه افکار عمومی الان به شدت درگیر خبرهای کرونا و تاثیرش در ایالات متحده هست و کلاً سیاست خارجی تاثیر جدی لزوماً در سیاست ایالات متحده از نظر مردم نداره. در مورد سیاست مدارا و سیاست گذاران هم دو دسته وجود داره. خب دموکرات ها بیشتر موافق این هستن که تحریم ها تعلیق بشه یا کمتر بشه تا فشار از روی ایران برداشته بشه، خصوصا به دلیل کرونا و تاثیری که در ایران داشته، ولی جمهوری خواها به شدت به دنبال این هستن که کمپین فشار حداکثری ادامه داشته باشه، خصوصا جمهوری خواهانی که در کابینه آقای ترامپ هستن و خب دسترسی دارن به آقای ترامپ و میتونن تحت تاثیر بیشتری قرارش بدن. و همین دلیل از نظر سیاسی فعلا به نظر میاد که دست بالاتر رو طرفداران تحریم دارن، چون دسترسی بیشتری به آقای ترامپ دارن که میتونه تصمیم نهایی رو بگیره. این پاسخ آقای ترامپ رو چطور میشه برداشت کرد، اینکه میگه ایران چنین درخواستی رو هنوز مطرح نکرده؟ ببینیم، چند تا مسئله است. یکی اینکه خب تجهیزات پزشکی لزوماً چیزی نیست که ایران به دنبالش باشه. دوم این هست که خب هیچ وقت اگر ایران درخواست بده که تحریم‌ها رو بردارن، آیا آقای ترامپ واقعاً جور دیگه ای عمل میکنه؟ تو شرایطی که تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده انقدر بالا نرفته بود، قبل از قاسم سلیمانی کشورهای زیادی از جمله فرانسه، آقای مکرون تلاش کردن که یک آشتی بین ایران و ایالات متحده انجام بدن. آقای ظریف به فرانسه رفت زمانی که آقای ترامپ اونجا بود. یعنی از این دست اتفاقا زیاد افتاد، ولی خب نتیجه حاصل نشد به دلیل اینکه هم عمق اختلاف ها بسیار زیاده و از طرف دیگه کسانی که با آقای ترامپ دسترسی دارن و بهش مشورت میدن به شدت حامی این سیاست فشار حداکثری هستن. بنابراین حتی توی اون زمان هم تغییری ایجاد نشد. خب الان با توجه به بحران فعلی چه در مورد کرونا در هر دو کشور، هم تنش‌های بالایی که بینشون در گرفته و تا مرز جنگ با هم پیش رفتن، خب به نظر نمیرسه که این جوابی که آقای ترامپ داده که درخواست ایران واقعا موجه باشه، چون به نظر نمیاد که الان دیگه حتی اون عکس یادگاری که آقای ترامپ دنبالش بود تاثیر چندانی در افکار عمومی ایالات متحده بذاره یا براش امتیازی به حساب بیاد. و از یه طرف دیگه نباید فراموش بکنیم که تحریم ها به قدری گسترده و لایه لایه و پیچیده شده که باز کردن این گره بسیار زمانبره. اینطور نیستش که با یک یا دو مورد بشه این رو برطرف کرد. فقط شاید راه کوچیکی که پیش رو باشه اینه که یک سری از تعلیق هایی که معافیت هایی که میدادن اونها تمدید بشه، وگرنه فکر نمی کنم که این صحبت آقای ترامپ واقعا از جنبه سیاست گذاری بوده باشه. به نظر میاد بیشتر در جواب خبرنگاری که پرسیده در لحظه چیزی گفته. فرشته پزشک، تحلیلگر امور سیاسی آمریکا در واشنگتن، متشکرم از شما. شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان از 1 میلیون نفر گذشت و شمار رسمی جان باختگان هم به بیش از 54,000 نفر رسید. اسپانیا یکی از بحرانی ترین وضعیت‌ها را دارد، جایی که کرونا تنها در یک روز جان 950 نفر دیگر را گرفت. این کشور 46 میلیون نفر جمعیت دارد و تاکنون بیش از 117,000 مبتلا داشته و نزدیک به 11,000 نفر به دلیل کرونا جانشان را از دست دادند. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. این ورزشگاه که ارتشی ها دارند بیمارستانش می کنند در شهر سابادل در 20 کیلومتری بارسلون است که ورود نظامیان به آن پیشتر می توانست جنجال بپا کند. اینجا در قلب کاتالونیا با دولتی محلی با تمایلات جدای خواهانه و
آخرین چیزی که می‌خواستند ورود ارتش بود. اما حالا خود دولت محلی از ارتش ملی کمک خواسته. کاتالونیا از لحاظ ابتلا به کرونا در جایگاه دوم در اسپانیا است. و اسپانیا آنگونه که دولتش اعلام کرده اکنون در نقطه اوج گسترش کرونا است. امیدوار به اینکه پس از هر اوجی فرودی است. بحران دیگر این کره خاکی روی آبها رقم می‌خورد. استرالیا به این کشتی بزرگ مسافربری دستور داده از آبهایش دور شود. کشتی‌های زیادی در آبهای استرالیا سرگردانند و حتی برخی مقام‌های استرالیایی خواهان دخالت نیروی دریایی برای دور کردن کشتی‌ها شدند. از دولت انتقاد کردند که اگر از اول به کشتی‌های مسافربری اجازه پهلو گرفتن نمی‌داد، کرونا به استرالیا نمی‌رفت. اما کشتی‌ها کجا بروند؟ دولت‌های دیگر اگر همچون استرالیا رفتار کنند، کشتی‌ها تنها می‌توانند به جایی بروند که در آنها ثبت شده‌اند. بیشتر کشتی‌های جهان هم برای گریز از مالیات یا در پاناما ثبت شده‌اند یا در باهاما یا در لیبریا. هیچ کدام از این کشورها توان پذیرش این همه کشتی را در این وانفسا ندارد. مسئولان شرکت‌های کشتیرانی هشدار دادند که 30,000 دریانورد روی آبها سرگردانند و این پیشه شاید بیش از هر پیشه دیگری در جهان در حال ضربه خوردن است. مسئولان استرالیا هشدار دیگری هم دادند. وزیر بهداشت این کشور میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و جان باختگان از آن چه بسا 5 برابر رقم اعلام شده است، چرا که خیلی از کشورها امکانات تشخیص قابل اعتمادی ندارند. اعلام نکردن عمدی آمار هم محتمل و یکی از دولت‌های متهم به پنهانکاری عراق است، صدرنشین کشورهای عربی در ابتلا به کرونا. دولت عراق فعالیت خبرگزاری رویتر را در این کشور 3 ماه متوقف کرده، چون این خبرگزاری از پنهانکاری دولت در اعلام آمار مبتلایان به کرونا گزارش کرده. کرونا سبب خیر هم شده. تحقیقات پژوهشگران در دانشگاه‌های کلمبیا و استنفورد در آمریکا از افت چشمگیر آلودگی هوا در جهان حکایت می‌کند و اینکه اگر وضعیت قرنطینه به همین شکل ادامه پیدا بکند، هوای امسال تمیزترین هوا پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود. مهرداد فرهمند، BBC. و متاسفانه به رقم قربانیان کرونا در سراسر جهان هر روز هر لحظه داره اضافه میشه. آخرین آمار الان هست 55,170 نفر. امروز در بریتانیا هم اولین بیمارستان صحرایی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا افتتاح شد. بیمارستان نایتینگل در سالن اکسل لندن که معمولا میزبان نمایشگاه‌ها یا مسابقات ورزشی است، این بیمارستان ساخته شده و در حال حاضر آماده پذیرش 500 بیمار است. اما این بیمارستان فضای لازم برای استقرار 3,500 تخت دیگر را هم دارد. قرار است بیمارستان‌های مشابه در شهرهای دیگر بریتانیا ساخته شود. این بیمارستان صحرایی در 9 روز آماده بهره برداری شده. دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی از لندن با ما هستند. آقای دکتر، در ابتدا انتقاداتی میشد از دولت بوریس جانسون برای مقابله با این ویروس. الان NHS چه سیاست هایی رو در نظر گرفته؟ درست میفرمایید، در ابتدا در واقع انتقاد زیادی شد، ولیکن همه باور دارن که الان به شکل بسیار خوبی داره سیستم رو کنترل میکنه. این بخشش برمیگرده به اون فرهنگ پزشکی اینجا و اون اعتقادی که به آموزش به افراد توش وجود داره. تو NHS یه بخش بزرگی از بودجه صرف آموزش عمومی میشه، نه تنها برای کووید 19، کلا ما تو NHS وبسایت های متعدد داریم، مردم در واقع اینوالو میشن، درگیر میشن در اون درمانشون. این به خاطر اینه که اعتقاد به این سیستم دارن. مشخصا الان وقتی که مردم میگن تو خونه بمونید میمونن، وقتی ازشون میخوان که
در واقع به چه کی به بیمارستان بیان. من مشخصا میتونم این مثال رو بگم، به همه مردم آگاهی داده شد که در صورت داشتن علائم خودشون رو قرنطینه بکنن، به شماره تلفنی که بهشون داده شد زنگ بزنن، اگر علائم خفیف بود در خونه بمونن، اگر علائم شدید مثل تنگی نفس داشتن به بیمارستان مراجعه بکنن. این در واقع اون آموزشی که مردم داده شد و مردم رعایت میکنن به خاطر اون اعتقادی که به اون سیستم دارن. مشخصا کارهای احتیاطی بسیار جالبی انجام شد. من میتونم بهتون مثال بزنم، اینجا ما سیستم جی پی یا همون پزشک خانواده داریم. همه بیمارانی که قرار بود که مراجعه بکنن درخواست شد که نیان، ویزیت ها تلفنی انجام میشه. اگر برای دارو کسی احتیاج به مصرف داشته باشه، به داروخونه های خاصی در واقع باید مراجعه بکنه که این مشخص شده از قبل. این باعث میشه که اون خطر ابتلا بیشتر رو کم بکنن. اگر اشخاصی هستن که علائمشون اونقدر خفیف نیست که بله. بخوان بمونن و اونقدر قوی نیست که تو بیمارستان. آقای دکتر، یک موضوعی که خیلی ها خب در بسیاری از کشورهای جهان الان کمبود هست برای کیت های تست، الان در اینجا در بریتانیا سیستم درمانی بریتانیا چطور تصمیم میگیره چه کسی رو تست بکنه؟ سوال بسیار خوبیه. مشخصا افرادی باید تست بشن که مجبور به بستری هستن، یعنی علائمی دارن که باید بیان تو بیمارستان، مثل تنگی نفس که در واقع علائم شدید تنفسی هستش. جدای اون، افرادی که مجبور هستن بستری بشن به خاطر بیماری های دیگه، ولی کن امکان این وجود داره که این به خاطر کووید 19 باشه، مثل اونایی که بیماری های زمینه ای ریوی مثل عفونت دارن، افرادی که در واقع در معرض بیمار بودن ولی مجبورن بستری باشن. به جز اون افرادی که کی ورکر هستن، مثل پزشکا، متخصصان پزشکی، پرستاران، و الان باید برگردن به سر کار بعد از اون سلف آیزولیشنی که داشتن. من یه جایی که از حرفم مونده بود اینه که در مورد اون کاری که NHS کرد در مورد بیماری، اون وقت‌های متخصصی که داشتن، خیلی ها باید برن متخصص رو ببینن. قبل اینکه اونها ببینن بهشون تلفن میشه، اگر ضروری نباشه کنسل میشه، اگر ضروری باشه اسکرین میشن که آیا اونها علائم دارن یا نه. اگر علائم داشتن در بخش خاصی از بیمارستان دیده میشن. اگر کسی عمل جراحی داشته باشه، اون عمل ضروری باشه انجام میشه، یا اگر ضروری نباشه منتها منجر به یک اورژانس بشه انجام میشه، و اگر بخواد انجام بشه در بیمارستان‌های خاصی انجام میشه. اینها در واقع مشخصا کارهایی که میشه کرد که در واقع سیستم رو بتونید جمع بکنید و در نهایت اون پیک بیماری رو دیرتر به اون حدی که میخواید برسونید، شیب رو پایین بیارید که بتونید سیستم درمانی بتونه در واقع پاسخگوی اون نیازها باشه. خیلی ممنونم از شما دکتر حامد صالحی، پزشک مدرس پزشکی در لندن با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ستاد مقابله با کرونا هشدار داد اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود، آمار مبتلایان در ایران سر به فلک می‌کشد. نامزد احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خواستار کاهش تحریم‌های ایران به دلیل بحران کرونا شده، ولی دونالد ترامپ می‌گوید تهران درخواست مجوز برای ارسال تجهیزات پزشکی نکرده. در ادامه برنامه، نتایج غیرمنتظره یک تحقیق جدید درباره قدرت عدسه و سرفه برای انتقال ویروس. یک توییت رئیس جمهوری آمریکا باعث بالا رفتن قیمت نفت شد و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به بیش از $30 رسید. دونالد ترامپ گفته روسیه و عربستان موافقت کردند تولید جهانی نفت باید تا 10 تا 15 میلیون بشکه در روز کم شود. پس از آنکه یک ماه پیش نشست فوق‌العاده کشورهای عضو و غیر عضو اوپک بی‌نتیجه به پایان رسید، روند سقوط قیمت نفت شدیدتر شد و به پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر رسید. حالا احتمالاً این کشورها دوشنبه در نشستی اضطراری از راه دور درباره سقف تولید تصمیم بگیرند. بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، این توییت آقای ترامپ قیمت‌ها رو یک دفعه بالا کشید. می‌دونیم که تقاضا برای نفت شدت کاهش پیدا کرده و خب قیمت‌ها رو تحت تاثیر قرار داده. این صحبتی که آقای ترامپ کرده، واقعاً چقدر روسیه و عربستان با او موافقت خواهند کرد؟ ببین، مسئله مهم تو این داستان اینه که برای اولین بار بعد از چند دهه
آمریکا به جای اینکه به اوپک فشار بیاره که تولید رو بالا ببرید که قیمت نفت بیاد پایین، آمریکا برای اولین بار خواهان اینه که قیمت نفت بره بالا، دیگه از این پایین تر نره. شما دیدین در همین چند سال گذشته بارها آقای ترامپ تو همین توییتر مثلا دم نشستای اوپک و غیر اوپک میگفت که اوپک نباید تولید بیاره پایین، باید ببره بالا، من از عربستان میخوام که ببره بالا. ولی مسئله اینه که این قیمت پایین، قیمت سبد نفتی اوپک همین دو روز پیش چهارشنبه به کمتر از 17 دلار در هر بشکه رسیده بود. این قیمت قیمتیه که اگر در مدت طولانی ادامه داشته باشه، تولید کننده های نفت شیل آمریکا رو ممکنه به ورشکستگی بکشونه، به خاطر اینکه هزینه تولید نفت شیل تو آمریکا هنوز به بشکه 20 دلار نرسیده، برای خیلی از تولید کننده ها 30 دلار، 40 دلار، 50 دلاره و با این قیمت ها اونا ورشکست میشن. تو شرایطی که آمریکا تو همین دو هفته میبینیم 10 میلیون نفر به تعداد بیکارانش اضافه شده، اینجا شرایطی نیست که آقای ترامپ بخواد به خاطر اینکه قیمت بنزین پایین بیاد و مردم آمریکا از پایین اومدن قیمت بنزین خیلی خوشحال میشن، باید کل این صنعت نفتش رو یا بخشای زیادی از صنعت نفتش رو قربانی کنه. و به همین خاطره که میبینیم این دینامیک در بازار جهانی نفت عوض شده، آمریکا هم اومده کنار اوپک و کشورهای غیر اوپک. خب خواسته آمریکا تغییر پیدا کرده به خاطر تغییر شرایط، ولی آیا این خواسته هست که اعضای اوپک و اعضای غیر اوپک که قرار هست در حالا نشست دوشنبهشون با هم در موردش صحبت کنن، اونها هم خواسته مثل آمریکا داشته باشند؟ ببین نگاه کن چقدر اتفاق، چقدر دنیای نفت تغییر کرده. 4 هفته پیش اگه خاطرت باشه من ویم بودم، اجلاس اوپک و غیر اوپک بود و دعوا سر این بود که این کشورها باید تولیدشون رو روزانه، این 25 کشور روی هم 600 هزار بشکه در روز تولیدشون رو کم کنن یا 1,600,000 بشکه در روز، و دست آخر به خاطر مخالفت روسیه با 1,500,000 بشکه در روز کاهش تولید به هیچ نتیجه نرسیدن. مسئله اینه که اعضای اوپک و در کشور غیر عضو و اوپک اینها همشون خواهان بالا رفتن قیمت نفت هستن و میتونن ببینن که تو شرایط فعلی با این همه نفت اضافه در بازار این قیمت، این کاهش قیمت میتونه همچنان ادامه پیدا کنه، میتونیم باز به نفت مثلا زیر 10 دلار هم برسیم، در نتیجه احتمالاً موافقت میکنن. ولی باز هم مسئله اینه که همیشه توی چند سال اخیر دیدیم که اون کسی که آخر از همه رضایت میده روسیه است و باید ببینیم این بار روسیه رضایت میده یا نه. متشکرم از تو به هنگ تاشتین اینجا در استودیو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای بار دوم آزمایش کرونا انجام داده و جواب منفی گرفته ایالات متحده، اما با حدود 20% کل آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان این روزها با چالش‌های بی‌سابقه روبروست. بحرانی که تا به حال بیش از 5000 کشته، 200000 بیمار و 10 میلیون بیکار به جای گذاشته. کامبیز فتایی گزارش می‌دهد. واشنگتن یک روز زیبای بهاری، حال و هوای شهر ما کاملا متفاوت. مغازه ها بسته، خیابان ها خالی، مردم در خانه ها از بیم کرونا، ویروسی که به اقتصاد آمریکا ضربه بزرگی زده. تعداد بیکاران حالا در این کشور از مرز 10 میلیون نفر هم گذشته، افزایشی بی سابقه فقط در ظرف 2 هفته، پدیده ای که از شرق تا غرب آمریکا زندگی خیلی ها را برهم زده. اینجا در ایالت کالیفرنیا این جوانان ناگهان از کار بیکار شدند. ما هنوز باید اجاره خونه بدیم، قبضای ماهانمون رو بپردازیم، هزینه های زیادی داریم، بدون کار حالا باید چی کار کنیم؟ و این وضع اکثر سواحل کالیفرنیا، از اماکن تفریحی پرطرفداری که به روی مردم بسته شده تا به مراکز شیوع و انتقال کرونا تبدیل نشود. در واشنگتن اما دونالد ترامپ امیدوار است که کشور در آینده نزدیک به حالت عادی برگردد. کسی تا حالا چیزی مثل این ندیده. در قدرتمندترین اقتصاد دنیا و کشورهایی که خیلی وضعشون خوب بوده همه چیز تعطیل شده. این خیلی غم انگیزه، اما دوباره همه چیز رو راه میندازیم. از همیشه قوی تر میشیم. در این میان اما اولویت دولت فدرال مهار ویروسی است که تا به حال در آمریکا بیش از 230,000 نفر را مبتلا و جان حداقل 5,000 نفر را گرفته. در نیویورک کانون این اپیدمی فرماندار ایالت میگوید که با کسری جدی دستگاه‌های تنفس مصنوعی مواجه است.
بر اساس میزان مصرفی که داریم الان برآورد میشه که فقط برای 6 روز ذخیره داشته باشیم. ما اما تدابیر فوق‌العاده ای اجرا کردیم که اگه به کسری دستگاه تنفسی برخوردیم میتونه مؤثر واقع بشه. صف و انتظار بیرون فروشگاه‌های مواد غذایی در پایتخت آمریکا، واقعیتی تازه که خیلی‌ها حالا خود را با آن تطبیق دادند. تغییر ناگهانی شرایط زندگی در بحبوحه افزایش فقر و بیکاری در بزرگترین اقتصاد جهان که احتمالاً برای همه دنیا پیامدهای جدی خواهد داشت. کامبیز فتحی، بی بی سی، واشنگتن. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ماسک بزنیم یا نه؟ این سوال است که مشاوران سازمان بهداشت جهانی هم به دنبال جوابش هستند. نتایج یک تحقیق جدید نشان داده که سرفه و عدسه میتونه ترشحات بدن رو تا فاصله بسیار بیشتر از آنچه که تا به حال تصور میشد پخش کنه. گزارش دیوید شوکمن، خبرنگار علمی ارشد بی بی سی رو ببینیم. قدرت شوکه کننده عدسه. اما آیا میشود فهمید تا چه فاصله ویروس کرونا را پخش میکند؟ دانشمندان به دنبال جوابند، جوابی که میتواند نحوه مواجهه با این ویروس را تغییر دهد. به گفته سازمان بهداشت جهانی، ویروس در فاصله 1 متری میتواند منتقل شود. دولت بریتانیا و بسیاری دیگر فاصله ایمنی را 2 متر توصیه میکنند. اما تحقیقی در آمریکا نشان میدهد که سرفه میتواند ترشحات را تا فاصله 6 متری هم پخش کند. عدسه حتی بیشتر، تا فاصله 8 متری. هنوز شواهدی پیدا نشده که ویروس کرونا بتواند تا این فاصله منتشر شود. اما دانشمندانی هستند که میگویند این احتمال باید بررسی شود. دوربین‌های ویژه در آمریکا عدسه‌ای را فیلم برداری کردند. بعضی از ترشحات در نزدیکی فرود می‌آیند، ولی ترشحات ریستر بسیار فراتر می‌روند. دست‌اندرکاران این آزمایش معتقدند استفاده از ماسک می‌تواند خطر را کاهش دهد. مهمه که بدونیم ماسک‌های معمولی به طور کامل راه‌های ورود و خروج رو نمی‌بندن و به ویژه جلوی ورود اون ذرات بسیار ریز نامرئی رو نمی‌گیرن. پس ماسک زدن نباید باعث اطمینان بیش از حد از جلوگیری از تنفس اون ذرات بشه، بلکه بیشتر به حفاظت از دیگران در برابر بازدم ما کمک می‌کنه. یک ویدیوی تبلیغاتی در جمهوری چک. کشورهای بیشتری از جمله آمریکا هم دارند قوانین مشابهی را بررسی می‌کنند. در اتریش سوپرمارکت‌ها ماسک زدن را اجباری کردند. اما نگرانی‌هایی هم در مورد نحوه استفاده از ماسک وجود دارد. استفاده درست برای پزشکان و پرستاران حیاتی است. البته پیام تحقیق جدید این است که قدرت نفوذ ویروس ممکن است بسیار بیشتر از اینها باشد، چیزی که ایمن ماندن را سخت‌تر می‌کند. دیوید شوکمن، BBC News. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هستید.